سلام مجدد خدمت شما بینندگان هستیم. از شما پوزش میخوام اگر گاهگاهی به علت کسالت و اینها صرفه مجال صحبت نمیده، در برنامه زنده با احوال جسمانی که ما داریم اجرای برنامه های به این طولانی کار آسانی نیست. به هر حال از تحمل شما سپاسگزاری میکنم. برایزم رو به این صورت خلاصه می کنم که قرآن کتاب تعلیم است، قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب حکمت و کتاب قضاوت است، قرآن کتاب تعلیم تزکیه بشر است، قانونگذاری حق انسان است، حق بشر است. قرآن قانونگذاری نمی کند، قرآن پایه های قانونگذاری رو به ما می آموزد، قرآن حکمت قانونگذاری رو به ما می آموزد، قرآن اصولی رو به ما می آموزد که قانون در واقع نوعی تبلور و تجلی اون اندیشه ها و افکار و آموزش هاست. یعنی قرآن به ما اصول عدالت رو می آموزد، اصول پاکی و تزکیه از قرآن مستفاد می شود. ما از قرآن هدایت می پذیریم، تعلیم می گیریم و حکمت یاد می گیریم، قضاوت یاد می گیریم، عدالت یاد می گیریم و مجموعه اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم برای ایجاد انتظام در جامعه‌ای که در اونجا زندگی می کنیم از طریق بیعت و توکیل و شورا تشکیل حکومت می دهیم و برای این حکومت قانون وضع می کنیم و همه اینها رو انشاءالله تحت تأثیر داشته ها و ارزش های قرآنی انجام می دهیم. اما نام این قانون، قانون قرآن نیست، قانون شوراست، قانون شورای بشر است. می تواند تعویض بشود، می تواند مطرود بشود، می تواند متروک بشود، می تواند که معتبر و ابقا و ابرام بشود. نام این قانون رو خدایی گذاشتن نقطه شروع انحراف و انحطاط مسلمان هاست و دیگران وقتی که میخواهند به اسلام حمله کنند یا اسلام رو معرفی کنند، امروز شما نگاه بکنید به تمام این اساتید دانشگاهی که وجود دارند، به تمام اسلام شناسی هایی که در دنیا وجود دارد، وقتی که اینها راجع به شریعت صحبت می کنند، وقتی که اینها به داعش اشاره می کنند، می گویند اینها بازگشت به شریعت اسلامی رو مدعی هستند. یک مفهوم و یک دفینیشن خاصی که از این تفاهم و پروتکل جهانی برخوردار باشه که وقتی ما میگوییم شریعت اسلام منظورمون چه چیزی است، چه شریعتی است، به چه چیز ما شریعت اسلامی میگوییم. نه اینکه نتوانند که این پروتکل ها و این قواعد و این عهدنامه های جهانی رو به وجود بیاورند که ما یک مفهوم واحد از این موضوع مهم داشته باشیم، باید آب رو گلالود کنند و میکنند و شریعت اسلامی رو در بازار امروز، در بازار مکاره امروز عبارت می کنند و عبارت می دانند از نظریات افرادی که با شرک و افترا نظریات خودشون رو به صورتی به قرآن متصل می کنند و از تقدس قرآنی و از تقدس الهی برای تقدیس نظریات فقهی خودشون استفاده میکنند، در حالی که هر فقیهی، هر غیر فقیهی، هر انسانی خارج از شورا و خارج از توکیل و بیعت امری رو به عنوان قانون مبنا قرار دهد، چه متکی و متصل به قرآن باشد چه نباشد، یا کفر است یا شرک است یا هر دو. و اون چیزی که امروز دنیا به نام شریعت اسلام توی سر ما فرو می ریزه و بر سر ما می زنه
اون شریعت اسلامی همان شرک ضد اسلامی است، همان شرکی است که به دست انسانهای خیانتکار به قرآن، انسانهایی که فرعون صفت هستند، انسانهایی که از جهل دیگران استفاده می کنند، انسانهایی که قرآن رو به ثمن بخس فروختند، انسانهایی که از قدرت شمشیر و سرمایه استفاده کردند و زیر سایه شمشیر قرآن رو قطعه قطعه می کنند، اونها فقیه هستند و اونها قانونساز هستند و این قوانینی رو که برای حفظ ظلم در جامعه بنا کردند، برای تأمین قانون شهوت رانی شهوت پرستان این قانون رو درست کردند، برای جلوگیری از انفاق این کارها رو کردند، برای برقرار کردن حکومت سرمایه در جهان چنین قوانینی رو وضع کردند، این مزدوران قدرت و ستم و بی‌عدالتی که نام خودشون رو مفتی و مجتهد و فقیه می‌گذارند، با تجاوز مستقیم به ساحت قرآن بر اندیشه ها و بر توطئه های خود نام قانون گذاشتند. سهل است قانون اسلامی نامش نهادند و در دنیا گفتار انسان ها شریعت اسلامی نام گرفته است و صدای ضعیفی مثل صدای من یا چندین صدای ضعیف دیگر شاید به جایی برسد، شاید هم به گورستان برسد، اما کسانی که قرآن رو میشناسند، امر به معروف رو میشناسند، بالاتر از همه تعهد رو میشناسند. مگر خدا نگفته است که از من اطاعت کنید؟ و مگر شما تعهد نکرده اید که اطاعت کنید؟ و مگر به شما امر نشده است که قوامون به قسط باشید، برقرار کنندگان عدالت باشید، امر به معروف رو تعلیم بدهید، نهی از منکر رو تعلیم بدهید، بدانید مردم بدانند که چه چیزی منکر است و چه چیزی معروف است، چه چیزی پسندیده است، چه چیزی پسندیده نیست، چه چیزی قرآنی است، چه چیزی ضد قرآنی است، چرا این کار رو نمی کنید؟ برای اینکه قرآن رو نمی دانید. چرا قرآن رو نمی دانید؟ به خاطر اینکه یا غافل هستید، یا جاهل هستید، یا قرآن فروش هستید، و یا مبارزه با قرآن رو بیشتر به نفع خودتان می دانید. چون دنیا دنیایی است که با حقایق قرآنی مبارزه میکنه. این همه فقیه که در دنیا به وسیله استعمار تغذیه میشوند به خاطر این است که نظریات ضد قرآنی میدهند، یعنی شرک رو به جای توحید به جامعه معرفی میکنند. کودکان ما، وابستگان ما، جوانانی که امروز به بازار وارد میشوند با دیواری از شرک مواجه میشوند و مشتی خرافه و خشونت و دروغ و افترا و شرک رو به نام قرآن به اینها تحمیل و تحمیق می کنند، به اینها تزریق می کنند و اینها رو با این اندیشه و فکر تربیت می کنند و شرک و افترا و شریعت خود ساخته به نام شریعت قرآن همچنان در تاریخ ادامه پیدا می کند. خانم محترمی در مورد همجنس بازی در اسلام سوال کردند. همانطور که در برنامه قبلی عرض کردم، پاسخ به این سوال یه قدری مفصل و طولانی است و احتیاج هست که در برنامه دیگری به اون بپردازیم، اما به طور خلاصه می شود گفت که قواعد و شرایط و احکامی که در قرآن در مورد امور جنسی مطرح کرده کاملا با اون چیزی که خارج از قرآن انجام میشه از بیخ و بن متفاوت هست.
این است که ما برای اینکه در مورد احکام قرآن در ارتباط با رابطه جنسی، چه بین مرد و زن باشد، چه بین دو زن باشد، چه بین دو مرد باشد و در سنین مختلف، اگر این دو نفر بالغ باشند، اگر نباشند، اگر بالغ باشند با رضایت بوده یا با عدم رضایت بوده، اینها همه مسائلی است که شاید یکی دو جلسه طول بکشه که با اتکا و استناد به آیه های قرآن بتوانیم که در این مورد سخن بگوییم. ولی ما میبینیم که امروز در روز روشن، فرض بفرمایید که وقتی گفته میشه که در زنا، در قرآن گفته میشه که باید یا پیشنهاد میشه که حد اکثر مجازاتی که حدود الله اونجاست که 100 ضربش الله بزنید، تا زد 100 ضربش الله بزنید. شاید هم اگر قاضی تشخیص داد که شلاق لازم نیست نزند، اما بیشتر از اون نمیتواند که حکم کند. یه چنین محدودیت هایی در قرآن وجود داره و خداوند میگوید که از حدود من، از حدود الله تجاوز نکنید و تعدی به ناموس خدا نکنید. ما چنین میکنیم. ما زنا رو تقسیم کردیم سر خود به زنای محسنه و زنای غیر محسنه. باز هم من روی سخنم از قرآن شناس ها یا مدعی قرآن شناسی است که کجای قرآن شما یک بار دیدید که زنای غیر محسنه در قرآن آمده باشد؟ که زنا رو ما تقسیم میکنیم به محسنه و غیر محسنه. محسن به معنای کسی است که دارای مانه، دارای حسنه. حسن به معنای قلعه، به معنای دیوار، به معنای محافظ. حالا میتواند که این محافظ از کسی سلب ظرفیت قانونی بکند، میتواند سلب حق ازدواج بکند و معمولا چون زن شوهردار رو محسن میگویند، محسن با هی جیمی و سات، به معنای کسی است که محافظت قانونی داره یا مانع قانونی داره برای ازدواج. و هر کسی که با او بتوانید که انسان حکم زنا رو مرتکب بشه باید محسن باشه، یعنی باید مانع قانونی داشته باشه تا زنا واقع بشه. و زنا با تجاوز متفاوته، یعنی شما نمیتوانید که به کسی به زور تجاوز کنید و بگویید که زنا واقع شده. اون کسی که به زور به او تجاوز شده قربانی جنایت شماست و شما که به او تجاوز کردید، شما جنایت رو از طریق زنا انجام دادید. یعنی اصلا جرم زنا در اینجا مطرح نیست، جنایتی مطرح است که انجام شده زیر مکانیسم و روش زنا یا رابطه جنسی غیر مجاز. ولی در زنا باید حتما رضایت وجود داشته باشد و در زنا حتما باید ظرفیت وجود نداشته باشد. هیچ کدام اینها رو در تعریف زنا خارج از قرآن نه به ما آموختند، نه در جایی نوشتند، نه اجازه نوشتن میدهند. ولی برای خود زنای غیر محسنه درست کردند. زنای غیر محسنه یعنی زنایی که یک دختر و پسر جوان، هیچ کدام نه زن دارن نه شوهر دارن، هر دو هم بالغ هستن، عاقل هستن، رضایت هم دارن، دست هم رو گرفتن. پاسدار از او میپرسد که چرا دست این خانم رو گرفتی، همسر توست؟ پاسخ این است که خیر، همین الان همسر من شده. چرا؟ رضایت دادیم که دست هم رو بگیریم. نه معارض داریم، نه کمبود اهلیت داریم، نه کمبود ظرفیت داریم، نه محسن هستیم، یعنی مانع قانونی نداریم. محسن یعنی مانع قانونی داره، یا به دلیل اینکه زن داره، یا به دلیل اینکه شوهر داره، یا به دلیل اینکه صغیره، یا به دلیل اینکه دیوانه است، میتواند با کلام رضایت بدهد، اما رضایت او معتبر نیست. بنابراین فعلی که با رضایت غیر معتبر انجام میدهد زنا محسوب میشود.
قصد من این نیست که الان وارد اون مباحث بشوم، ولی میخوام این را عرض بکنم که ما چند نفر رو کشتیم و از بین بردیم که اینها زن و شوهرهای قانونی و قرآنی بودند و با برداشتهای همین فقها انسانهای بیگناه رو به کشتن دادیم، فعل نکاح رو زنا نامگذاری کردیم و اینها رو کشتیم. و وقتی از اینها سوال میکنید که حالا به فرض محال که زنا کرده باشند، اینها باید شلاق بخورند، چه کسی اجازه داده به شما که به نام قرآن، من راجع به قانون شورا صحبت نمی کنم، من راجع به فقهی صحبت می کنم که یک نفر می گوید استخراج قانون از قرآن توسط من این حقیقت رو برملا می کنه که اولا کلام من کلام قرآنی است و بعد من در اثر اتکای به قرآن فهمیدم که یک چیز مهمتری از قرآن به نام حدیث وجود دارد و بعد کشف کردم از تاریخ که پیامبر اسلام خلاف قرآن عمل می کرده و من فهمیدم که پیامبر اسلام به ناموس خدا تعدی می کرده، یعنی به حدود الله تعدی می کرده و در قرآن که می گوید حدود الله این است که زناکار 100 ضرب شلاق بخورد و نبیشتر حد اکثر، من می گویم که پیامبر قرآن رو زیر پا گذاشته، من مفتری، من فقیه، نه حمید، نه میرزا آقاسی، من جرأت این حرف ها رو ندارم، فقیه، از قول فقیه این عرض رو میکنم که قرآن رو زیر پا میگذاره و از خودش قانون وضع میکنه و متکی به حدیثی میشه که اون حدیث مغایر متن قرآنه و ادعا میکند که بر اساس حدیث پیامبر اسلام هم به قرآن خیانت کرده است، هم به حدود ناموس خدا تجاوز و تعدی کرده است و هم زنا رو طبقه بندی کرده است که غیر مجاز است این کار، چون ما یک نوع زنا در قرآن داریم، اونم زنای محسن است. و بعد کس رو سنگسار میکنن و میگوین چرا سنگسار میکنی؟ میگوین برای اینکه محمد چنین کرده. از کجا فهمیدی که محمد چنین کرده؟ از حدیث. یعنی تو تاریخ رو و قصه و داستان و روایت رو که رسول اکرم رو در مبارزه و محاربه با خدا قرار میدهد، او رو محاربه با خدا میکند، متعدی به ناموس خدا میکند، پیامبر رو به این نام مینامی و میگوی او زانی رو سنگسار کرده است، بنابراین ما هم زانی رو سنگسار میکنیم. یا دست دوز رو میبرید، جدا میکنید، دور میاندازید. و وقتی از شما سوال میکنند که مگر در همون آیه‌ای که مدعی هستید دست دوز رو باید جدا کرد و دور انداخت، نمیگوید که اگر دزد اصلاح آورد، یعنی چه کرد؟ یعنی در واقع جریمه این کار رو پرداخت، حق و ناس کرده دیگه، دزدی کرده، رفت پهلوی صاحب مال و گفت من گرسنه بودم، 10 دلار از شما دزدیدم یا 1 نان از شما دزدیدم، الان برای اینکه نجات پیدا بکنم، رضایت شما رو جلب بکنم، 20 دلار به شما میدم، دست شما رو هم میبوسم. اون فرد هم گفت من شما رو بخشیدم. و اینو میگن اصلاح. قرآن میگوید که اگر سارق به تشخیص دادگاه اصلاح شد، اگر اصلاح شد او رو مورد بخشایش قرار میدهد. چطور مورد بخشایش قرار میدهد؟ میرود دست او رو از توی سطل آشغال بیرون میآورد، میدهد به او، میگوید چون اصلاح کردی این دستت رو بگیر ببر. اصلاح کردن یعنی او رو به حال اول باز میگرداند، مورد عفو قرار میدهد. و بعد در آخر آیه استاندارد قضاوت و حاکمیت و حکمیت رو بیان می کند خدا و می گوید به این کار اونطور نگاه بکنید که خدا در صفت غفور بودنش و رحیم بودنش و رحمان بودنش به این موضوعات نگاه می کنه. ببینید که در کار شما غفران وجود داره، رحمت وجود داره، تعلیم وجود داره، رحم و دلسوزی وجود داره،
آیا در کار شما نکال وجود داره که بازداشت این کار رو تضمین کنه از تکرار مجدد؟ و بسیاری مطالب دیگر. اما هیچ کدام اینها رو ما از قرآن نمی پذیریم. ما چون عقل بیشتری از خدا داریم و چون که می خواهیم که در واقع تواضع به خرج بدهیم می گوییم که ما شریک خدا هستیم. ولی خدا کیست؟ ما کی هستیم؟ خدا کی می تواند که به مقام شراکت ما من برسد؟ خدا خیلی پایین تر و پست‌تر از این مطالب است. من چون احترام به خدا می گذارم و اساساً آدم فروتنی هستم، می گویم که من شریک الله هستم. و الا خدا لیاقت ندارد که شریک من بشود. من در قرن 21 بدون اینکه قرآن رو مطرح بکنم، چون شعور من از خدا بیشتر است، مستقل از قرآن قانون می سازم و به دروغ می گویم این قانون از قرآن استخراج شده. می گویند که از کجا این امر رو ثابت می کنی؟ می گوید از این شمشیری که پشت سر من قرار دارد، از زندان انفرادی، از حبس، از شلاق، از اعدام، از کشتار، از سربریدن، از بزن و بچه تجاوز کردن در مقابل چشم تو. آیا این دلایل کافی نیست؟ چرا، حتما کافی است. حتما فقه شما بر حق است و حتما شما شریک خدا هستید و حتما شما از خدا بالاتر هستید. این رابطه ما با قرآن است. و اگر میبینید که در این برنامه ها ما این عمر کوتاه و این وسع ضعیف رو اختصاص می دهیم که از چارچوب قرآن خارج نشویم، به خاطر این است که مسائل خارج از قرآن اونقدر زیاد است که عمر یک جوان و عمر یک اینستیتوشن هم نمی رسد به اینکه این مسائل رو بررسی کند. و روز به روز لایه های خرافه و خشونت بیشتر و بیشتر می شود و ما با این وسع ضعیف اگر بتوانیم تا پایان عمر 5% دیگر از قرآن رو با هم بخوانیم، 10% قرآن رو باید بخوانیم، بتوانیم بخوانیم، واقعا باید شکر عظیم بکنیم به درگاه خدا. شاید که 5% هم از قرآن به عمر من وصلت ندهد. ما نزدیک 2 سال است که روی آنتن هستیم و تصمیم ما این بوده که این قرآن رو به سرعت بخوانیم، معنی کنیم و لااقل یک ترجمه خیلی کلی و خلاصه ای از قرآن به یادگار بگذاریم. قرآن متجاوز از 6200 آیه داره و ما در مدت 2 سال گذشته نزدیک به 82 آیه از این 6200 آیه رو توانستیم که برای شما بازگو کنیم. و به همین ترتیبی که پیش می رویم، تصور نمی کنم که از نظر عمر فرد ما بتوانیم که حتی قسمت کوچکی از قرآن رو هم با هم مطالعه کنیم و بازگشایی کنیم و توضیح و تشریح کنیم. اما به اندازه ای که عمر می دهد خدا به ما و به اندازه ای که امکان می دهد به ما، این مسیر دشوار رو طی می کنیم و در هر قدم با هزاران مشکل همراه هستیم. و از گروه وسیع مسلمانان که اکثریت قریب به اتفاق اونها هم معتاد به اسلام تاریخی و اسلام حدیثی هستند، در بسیاری از موارد هیچ نوع حمایت معنوی دریافت نمی کنیم. قصد من حمایت های مالی مطلقا نیست در این قسمت عرایزم و این همه فشار و این همه در واقع مخالفت و چوب لای چرخ گذاشتن ممکن است که هر انسان بی اعتقادی رو یا کم اعتقادی رو خسته کند و از پای فرو می اندازد. اما در مورد من چنین نیست و من
در این راه پایدار خواهم ماند. در مورد همین سوالی که مطرح کردن در مورد رابطه جنسی بین همجنس ها، فرصت دیگری می خواهم که با توضیحات کافی در این مورد با اشاره به آیه های قرآن با شما سخن بگویم. فقط خواستم من حیث ادب عرض کنم که من برای سوال شما و پاسخش که به سوال شما باید داده بشود اهمیت بسیار قائل هستم و حتما چنین هم خواهیم کرد. باز هم در جلسه گذشته توضیح دادیم که در مورد جهاد آدم کشتن یا خود کشتن نیست. اصلا جهاد با کشتن هیچ ارتباطی نداره. جهاد عبارت است از خلوص نیت و استهلاک امکان. اصلا جهاد یعنی استهلاک امکان. حالا جهاد در چه کاری؟ ممکنه یک کسی جهاد بکنه در اشاعه فقه ضد قرآنی، یک کسی جهاد بکنه از نوع جهاد نکاحی که برای داعش جهاد میکنند، که یک دختر 10-12 ساله رو میبرند و با افتخار در روز با 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر طرف میکنند و بعد همون رو میفروشند، به حرج میگذارند. اون هم یک نوع جهاده. جهاد یک مکانیسمه، یک نحوه اپروچه و معنی جهاد این است که به هر طرفی که شما می روید، خیر یا شر هم تفاوتی نمی کند. البته جهاد قرآنی طرف شر نیست، ولی معنی جهاد یعنی استهلاک امکان، یعنی تا اونجایی که امکانات شما اجازه میده و قوت حرکت دارید حرکت کنید. حالا البته وقتی کسی جهاد قرآنی میکنه، در جهت انفاق، در جهت امر به معروف، در جهت دفاع، در جهت تعلیم، در جهت تربیت، در همه این جهات وقتی انسان حرکت میکنه و همه امکانات خودش رو مصرف میکنه، جهاد نام داره. یکی از شقوق جهاد هم در دفاع ممکن است به محاربه و مقاتله بکشد و انسان برای دفاع از ناموس و سرزمین و حیثیت و امکانات خودش ممکن است تا اونجا پیش برود که جان خودش رو هم در جهاد فدا کند و به مقام شهید، شهید به معنای از دست رفته، منظور من شهید، شهید به معنای لغوی نیست، شهید کسی است که جان خودش رو از دست بده، به اون معنا تا اونجا میتواند پیش برود. ولی باز کسانی که خارج از قرآن اظهار نظر میکنند، همه مفاهیم تربیتی جهاد رو فراموش کردند و ضرب در کشیدن روش و جهاد رو برای ما معنی کردند که جهاد یعنی کشتن و کشته شدن. جهاد رو به موازات خون و خون ریزی به ما معرفی کردند و همین خارجی ها، همین آمریکایی ها، همین اروپایی ها، همین انگلیسی هایی که خدا همه اونها رو به راه راست هدایت بکند، از این واژه یک لغتی ایجاد کردن به نام جیهاد که حتما هم باید جیغ بزنن و جیهاد بگویند. و بعد هم هر وقتی شما بعد از این به این تلویزیون ها نگاه بکنید، هر وقتی که صحبت جیهاد میکنن، یا یک سر بریده نشان میدهن، یا یک دست بریده نشون میدهن، یا یک زمین پرخون نشون میدهن، یا یک خنجر با گلو یک نفر رو نشون میدهن، که در واقع نصب کنند در ذهن بیننده و شنونده که این کلمه رو هر وقت به یاد میاره با خون به یاد بیاره. این روش هایی که اندوکترینیت میکنن، این روش هایی که تزریق ذهنی میکنن در انسان که بدون اینکه گرفتاری قانونی برای خودشون ایجاد بکنن، با تصویر معنی میکنن جهاد رو و به شما میگویند که اینها جهادی هستند، یعنی اینها کسانی هستند که آدم کشت هستند، در صورتی که جهاد به معنای دفاع یکی از مفاهیم آن است. اما جهاد به معنای کاربرد امکان در حد استهلاک، در حد چیزی که به زبان انگلیسی exhaustion به او میگویند، یعنی exhaust بکنه شخص، به پایان برساند امکان خودش رو در هدفی که داره، در جهتی که طی میکنه. در مورد کافر سوال کردن که باز هم اون احتیاج داره که به جلسه دیگری بپردازیم.
اما که چرا در اسلام گفته است که هر جا کافر دیدید او رو سر ببرید، ما کافری داریم که عقیدتی است که باید از او حمایت کنیم، کافری داریم که حربی است و چون حرب در اسلام، جنگ در اسلام، فقط جنگ دفاعی ما داریم، بنابراین اگر ما در میدان جنگ واقع شده ایم حتما اون طرفی که با ما می جنگد مهاجم است. توجه کنید چه عرض می کنم. اگر ما با استانداردهای قرآنی جلو برویم، هر جنگی رو که ما از پنجره قرآن به اون نگاه بکنیم برای مسلمان جنگ تدافعی است، مگر اینکه مسلمان نباشد، مگر اینکه به قرآن متجاوز باشد، قبل از اینکه با کس دیگری محارب باشد با قرآن محارب شده باشد. و الا اگر مسلمان باشد در میدان جنگ هم باشد، مطابق دستور قرآن هم عمل کرده باشد، جنگ دفاعی می کند. وقتی او جنگ دفاعی می کند، طرف او جنگ تهاجمی می کند. بنابراین مفهوم این عبارات این می شود که ما با دو نوع کافر طرف هستیم. کافری که عقیدتی است، سوره کافرون می گوید از او حمایت کن، به دین او در نیا ولی از او حمایت کن، امنیت او رو تضمین کن. یک وقتی کافر حربی است، یعنی کافر متجاوزی است که شمشیر به دست گرفته و از روبرو با شما و خانواده شما می جنگه، با کشور شما می جنگه، با منافع و ناموس و ارزش‌ها و حیثیت شما می جنگه و شما باید دفاع کنید. چه بگوید من کافر هستم، چه بگوید من کافر نیستم. اصلا می گوید من مسلمان هستم ولی حمله می کنم به ناموس شما. شما وظیفه دفاع دارید و در این دفاع باید جهاد هم انجام بدهید. کافر به عقیده کسی گفته نمیشه، به عمل کسی گفته میشه، اون هم عملی که در حرب و جنگ با شما بیاد و جنگی هم نباشه که جنگ دفاعی باشه، بلکه جنگی باشه که جنگ تهاجمی باشه. در مورد شیطان سوال دیگری مطرح شده که چرا خدا شیطان رو آفرید. در این مورد هم بارها توضیح داده شده ولی انقدر موضوع وسعت داره که توضیح بیشتری باید داده بشه و در هر جلسه چند کلمه در این مورد باید گفته بشه. بارها به شما عرض کردیم که مطالبی که در قرآن مربوط به عالم مجرد می شود، که قالب جسمی که در مکان و زمان باشد در او وجود نداره یا قالب جسمانی نداره، مثل بهشت، مثل جهنم، مثل جن، مثل فرشته، مثل شیطان و مثل خدا، اینها همه در قرآن وقتی تعریف میشه از باب متشابهات استفاده میشه و در تشبیه و تمثیل به آثار اینها مراجعه میشه، چون ما شیطان که نمیتونیم بشناسیم، پس آثار شیطان به ما معرفی میشه که هر وقت این اثر رو دیدی بفهم که این اثر شیطانه، هر وقتی که این معلول رو دیدی بفهم که علت این معلول یه چیزی به نام شیطانه، هر وقتی که این علت رو دیدی بفهم که علت این معلول یک جنه، هر وقتی که این معلول رو دیدی بفهم که علت این معلول یک فرشته است، و هر وقتی که این جهان کائنات و این عالم ممکنات و این عالم هستی رو توانستی با چشم بدون نقاب ببینی و حقیقت وجود هستی رو ببینی و درک کنی، آثار خدا رو دیدی، یعنی این هستی رو امضای خدا میبینی، معلول خدا میبینی و از معلول خدا و از آثار خدا معتقد به مؤثری به نام خدا میشی بدون اینکه خدا رو بشناسی، ولی میگویی که این اثر یک مؤثری دارد، این نقاشی که رو کاغذ شده یک نقاشی دارد، من البته اون نقاش رو نمیشناسم ولی نقش رو میبینم و نمیتوانم انکار کنم که هیچ نقشی بدون نقاش منقش نمیشود، هیچ معلولی به وجود نمیآید مگر اینکه علتی وجود داشته باشد. در سوره بقره وقتی که اشاره میکند که کسانی که نور رو به عنوان علت تلقی میکنند،
نور انقدر زیاد میشه که چشم اینها رو کور میکنه. اون وقت اینها میفهمن که نور علت نیست و این معلول دیدن نتیجه نور نیست. این معلول دیدن نتیجه اراده کسی است که قانون نور رو بیان کرده و بنا کرده. برمیگردم به موضوع شیطان. وقتی که قرآن از شیطان سخن میگوید، از خدا سخن میگوید، از جن سخن میگوید، از بهشت و جهنم سخن میگوید، همه اینها چون در عالم مجرد قرار دارند، یعنی زمان و مکان به اینها متصل نیست، نوعی از هستی هستند که خارج از زمان و مکان قرار دارند، یا با زمان و مکانی که ما میشناسیم، با متری که ما در دستش داریم، با ابزار و اسبابی که ما در ذهنیت خودمون داریم، نمیتوانیم که وجود اینها رو از عدم وجودشون تشخیص بدیم، اما میتوانیم آثار اینها رو ببینیم. اون وقت قرآن ضمن این که اسم این علت رو میگذاره برای ما بازگو میکنه، مثلا میگوید اسم این علت خناسه، اسم این علت وسواسه، اسم این علت حسادته، اسم این علت شیطانه، اسم این علت اهریمنه. این اسم ها رو قرآن میگذارد، اسم این خداست، اسم این فرشته است، اسم این جهنمه، اسم این بهشته. اما همه این اسامی رو که گفت، هیچ کدام اینها برای ما هیچ مفهومی ندارد. ما هرگز به ذات خدا آشنا نمیشیم، ما هرگز به ذات شیطان هم آشنا نمیشیم، به ذات جن هم آشنا نمیشیم، به ذات خناس هم آشنا نمیشیم. هیچ کدام اینها رو ما نمیتوانیم به ذات بشناسیم، اما ما وجود اینها رو میتوانیم که محقق بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مؤثرهایی هستند که ما با آثار اونها در ارتباطیم، اینها علتهایی هستند که ما معلول اونها در ارتباط هستیم. در مورد شیطان به خصوص، شیطان پدیده است، شیطان معلولی است، شیطان محصولی است و اثری است که از خود دارای قالب مستقل نیست. یک سگ، یک گربه، یک پشه، یک ویروس، یک انسان، یک فیل، اینها همه موجوداتی هستند که دارای قالب هستند. درست است که انسان فقط قالب نیست، اما اون انسان واقعی و اون انسان حقیقی در درون این قالب جا داره. اون نفسی که قرآن بهش اشاره میکنه در درون این سلسال وجود داره، که قرآن هم به این سلسال اشاره میکنه، به این کوزه اشاره میکنه، به این قالب اشاره میکنه، هم به نفسی اشاره میکنه که در درون این قالب مغلوب واقع شده. مغلوب با قاف منظور من هست. تلفظ این فارسی پهلوی بین قاف و غین تفاوتی قائل نمیشه، ولی در فارسی دری این تفاوت رو قائل میشن و فهم موضوع راحت تر انجام میشود. به هر حال شیطان عبارت است از مؤثری که ما او را از اثرش میشناسیم. وقتی ما به دروغگویی میافتیم، وقتی ما به خودفروشی میافتیم، وقتی ما به دینسازی میافتیم، وقتی ما به آدمکشی میافتیم، وقتی ما به دزدی میافتیم، به تجاوز میافتیم، به بی‌ناموسی میافتیم، این کارهایی که از ما سر میزنه، اینها همه معلول یک علتی است که اون علت رو قرآن شیطان مینامه. شیطان برخلاف اون چیزی که به ما درس دادن و یاد دادن، دارای انسجام جسمانی نیست. شیطان فاقد قالب هست، از خودش استقلال قالبی نداره، استقلال ظرفی نداره. شیطان یک زندگی پارازیت داره، یک زندگی داره که در قالب دیگری زندگی میکنه، یعنی وجود خارجی داره، اما برای موجودیتش احتیاج به یک قالب داره و خودش بی‌قالبه. خدا برای شیطان قالب نساخته، برای جن هم قالب نساخته. این که می گفتن در حمام‌های قدیمی
گاهی از اوقات دیدن که جنها با هم راه می روند و عروسی می کنند و تخمه می شکنند و غیبت می کنند و به مسافرت می روند و چه می کنند و اینها، اینها رو هم باید از همون فقیهانی سوال کرد که شریک خدا هستند و شرعیت برای خدا قائل هستند و شرعیت برای قرآن خدا می نویسند و معتقدند که این شریعت غیر قابل تغییر است، ولی احکام قرآن که با حکمت است تغییر می کند، ولی این چون اهمیتش از قرآن هم بیشتر است تغییر نمی کند و حکم این افراد از حکم خدا محکمتر است. شیطان از قالب انسان برای موجودیتش استفاده می کند، یا اگر بخواهیم به تمثیل اتکا پیدا بکنیم باید بگوییم که شیطان مظروفی است که ظرف آدم را از آدم اجاره می کنه و پول این اجاره رو هم می پردازه. در قرآن می گوید که خانه خود رو به شیطان اجاره ندهید، و مشخصات شیطان رو هم میده به شما که شیطان چه خصوصیاتی داره. و باز هم در قرآن میگوید که این فریب و نیرنگی که به نام شیطان است به کسانی که دارای ایمان هستند نزدیک نمیشه. ایمان در واقع در خانه توست که میبندی رو به شیطان، رو به هوا و هوس. لیست شیطان خیلی لیست دور و درازی است، شامل همه بانکدارها، همه شرکت‌های بیمه، همه فاحشه‌خانه‌ها، همه شرکت‌هایی که به عنوان حفظ حقوق کارگر، یونیون‌ها، اتحادیه‌های کارگری، همینطور اسمش خیلی زیاده، یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا نیست. مظاهر شیطان و قدرت‌های شیطانی و مظروفات شیطانی بسیار زیاد هستند. اینها رو کسانی که پنجره ایمانش به طرف خداست و در رو رو به شیطان بسته، وقتی که شما ایمان پیدا می کنید، ایمان شما قفلیست که به خانه قلب شما زده می شه و شیطان وارد این خانه نمی تواند بشود. و در تشبیهات قرآنی، تمثیلات قرآنی برای فهم انسان ها، خداوند این مثال ها را آورده که شیطان به خدا قول داد که من وارد خانه مؤمنین نمی شوم و در واقع مستأجر اینها نمی شوم، از اینها خانه اجاره نمی کنم، داخل خانه اینها هم نمی شوم. من مظروفی هستم که ظرف بی ایمانی می خواهم. من عاشق افراد بی ایمان هستم و هر کجا که آدم بی ایمانی پیدا بکنم خانه قلب او رو به گرانترین قیمت اجاره می کنم، به گرانترین قیمت اجاره می کنم. خدا می گوید که شیطان از طرف من مجاز شده است که هر خانه ای رو که اجاره می کند به نام مستأجر وارد بشود و تا دنیا دنیاست از او خارج نشود. بدان که اگر خانه خود رو به شیطان اجاره دادی، قدرت مالکیت خودت رو به اون خانه از دست میدی، دیگه صاحب خانه نیستی. چرا؟ من نمیدانم، من حکمت خدا رو نمیدانم. شما ممکن است که این سوال رو بکنید که اصلا خدا چرا انسان رو آفرید؟ چرا او رو در بهشت قرار داد؟ چرا او رو دچار تزلزل کرد؟ و چرا از بهشت او رو اخراج کرد و پایین انداخت؟ چرا نفرین کرد او رو و گفت بروید اون پایین و دشمن هم باشین و مرتب با هم بجنگید؟ و بعد از اینکه جنگ تو ما تمام شد و آدم شدید، باز برگردید بیایید به بهشت. آخر ساده قرآن همین است دیگه. از من سوال بکنید که این دایره رفت و برگشت، این بلیط دو سره ای که خدا برای انسان تهیه کرده برای چیست؟ من حکمت خدا را نمیدانم و به اون مراحل هم نمیتوانم و نمیخواهم وارد بشوم. ما قبل از اینکه نگرش فلسفی به قرآن داشته باشیم باید نگرش علمی به قرآن داشته باشیم، مفهوم قرآن رو درک بکنیم، معرفت لااقل به ظاهر قرآن بکنیم و بعد یک قشر پایین‌تر برویم
و به طبقات عرفانی و فلسفی قرآن وارد بشویم. ولی علی ظاهر، ظاهر قرآن، لایه خارجی قرآن رو باید ببینیم، بخوانیم، مفاهیم رو درک بکنیم و بعد به مسائل حکمت و فلسفه برسیم که اصلا چرا خدا انسان رو خلق کرد، چرا از بهشت بیرونش کرد که بعدن داخلش کنه، که بعدن یک نفس اماره بهش داد، که این نفس اماره چه مراحلی رو طی بکنه تا بشود نفس مرضیه، و باز خدا در بهشت رو با کنه بگه بفرمایید شما داخل بهشت من بشوید. چرا؟ چراش رو من نمیدانم. اما تعریف شیطان در این است که شیطان با ایمان سر و کاری ندارد. شیطان به حوزه ایمان وارد نمی شود و ایمان در واقع سدی است در مقابل شیطان و فریب شیطان. رو این تن می شود انسان اگر ایمان داشته باشد در مقابل آنچه که قرآن شیطانش می نامد و باعث انحراف انسان می شود. اما انسان به محض اینکه قدری از ایمانش کم شد، در واقع به تدریج هر چقدر ایمان انسان کمتر می شود، این دژ و این دیوار و این کوه و این مانع در مقابل شیطان، این در شروع به باز شدن می کند. و هر چقدر که این در بازتر می شود، راه ورود شیطان به درون انسان آسانتر می شود تا اونجایی که شیطان وارد می شود. مطلب دیگری که در قرآن نسبت به شیطان وجود دارد این است که یک، اولا شیطان به حوزه ایمان وارد نمی شود. دو، حتی در حوزه بی ایمانی هم شیطان خودش رو معرفی می کند، کوتاه معرفی می کند. این فیلم هایی رو دیدید که در تلویزیون ها نشان می دهند و فیلم هایی است که همه می توانند نگاه بکنند، حالا تا چه اندازه درست است یا غلط است. فیلم هایی است که می گویند که فیلم های ضد اخلاق نیست، البته ضد اخلاق هم هست، ولی به هر حال شما در آغاز این فیلم ها می بینید که یک اعلامیه است که بالاش نوشته FBI و در متنش نوشته که شما این فیلم رو کپی نکنید، چنین نکنید، چنان نکنید. و یک نوشته دیگری هم نشان میده و اون نوشته این است که این فیلم ممکن است که این عوارض رو تولید بکند. هیچ صحنه هایی دارد که به درد بچه های 14 ساله نمیخورد، باید 15 سال باشند، بعضی هاش هست باید 17 سال باشند، چنین از چنان است که اگر شما بخواهید این رو بخوانید و بفهمید، به اندازه همون 2 ساعت فیلم طول میکشه که این مطالبی رو که به این ریزی نوشته و چند صفحه هم هست، اینها رو بخوانید و بفهمید که این فیلم راجع به چه چیزی است. اما جمع مدتی که این چند صفحه کاغذی که شرح حال فیلم رو میدهد و توضیحات قانونی میدهد، بیش از 2 یا 3 ثانیه طول نمیکشد و اونقدر ریز است که حتی با عینک و ذره‌بین هم نمیشود خواند و بعد فیلم شروع میشود. شیطان چنین اعلامیه‌ای میدهد با خطهای بسیار ریز و صفحات زیاد، اما قرآن میگوید، خودش رو معرفی میکند، میگوید من شیطان هستم، نه با صوت که شما با گوش ظاهر بشنوید. وقتی شما به سن و سال من هستید، از من هم کچلتر هستید، از من هم مسنتر هستید، از من هم بیریختر هستید و یک دختر 18 ساله جوان دلربای فتانی سر راه شما پیدا می شود و می گوید استاد من دیوانه و عاشق بیقرار شما هستم، اصلا من از وقتی که شما را در تلویزیون دیدم نه خواب دارم نه خوراک، نه شب دارم نه روز، عجب موجود زیبایی خدا آفریده، چقدر شما جاذبه دارید. خب اگر که ما یک کمی ایمان داشته باشیم، اصلا ایمان هم نداشته باشیم، یک کمی شعور داشته باشیم، متوجه می شویم که این پیام، اطلاع البته باید از قرآن داشته باشیم، که این پیام، پیام شیطان است، همون پیامی است که در آغاز فیلم داده می شود. بدون اجازه شما، حتی اگر ایمان هم نداشته باشید، شیطان به حوزه قلب شما وارد نمی شود. اما اونقدر شیطان شیرین است، اونقدر شیطان دل رباست
اونقدر شیطان شهوت انگیز است و تحریک آمیز است و لذت بخش است و مؤثر است و اطراگین است که دست و پای انسان در مقابل او سست می شود. آدم می گوید من فدای هر چه شیطان است مثل تو بشوم. اون وقت به محض اینکه شما جواز ورود به شیطان دادید، کلید خانه شما، کلید شرافت و ایمان شما به دست شیطان سپرده میشه. از شما خلع اراده و خلع توان و خلع امکان میشود و در واقع شما تبدیل به اسبی میشوید که اسب سوار شما شیطان است و شما را به هر سویی که بخواهد میکشاند. مهار شما مهار شیطانی میشود. دهنه‌ای که به دهان اسب وجود شما زده میشود مرکب شیطان میشوید و اهداف شیطانی رو به ثمر میرسانید و در واقع کارگر شیطان میشوید، اسب شیطان میشوید، مرکب شیطان میشوید. این مفهوم شیطان در قرآن است که همه زشتی ها و همه بدی ها در اثر بی ایمانی ایجاد می شود و حتی مقام رحمت و رحمانیت حق در جایی است که حتی انسان‌های بی ایمان هم شیطان رو می بینند و می پذیرند. این همه آدمی که هروئین رو مصرف می کنند و معتاد می شوند، شما فکر می کنید یک کسی که پزشک است، یک کسی که مهندس است، دکتر است، وکیل است، وزیر از کبیر از هر چه هست، آشنا نیست در قرن 21 که این پودر سفیدی که در مقابل او قرار میدهند و میگن چیز بدی هم نیست، میگن اسم این چیست، میگن اسم این هروئین است، نمیداند که هروئین چیست، نمیداند که شیطان هروئین چیست، اما اونقدر مفید است و اونقدر نشعه آور است و اونقدر دلبستگی ایجاد میکند که شخص میگوید که حالا شاید هم انشاءالله خیلی اثر نکند. یا وقتی یک نفر به یک جایی وارد می شود که سن پدر جد و پدر بزرگ یک دختر 16-17 ساله است و اون دختر رو مأمور کردند که ای رو فریب بدهد، یک شیطان بزرگتر دیگری این شیطان کوچکتر بدبخت رو مأمور فریب یک نفر کردند، چطور اون آدم نمی فهمد؟ مگه ما خود صبح به صبح خودمون رو در آینه نگاه نمی کنیم؟ نمی‌بینیم چه شکلی هستیم؟ چطور فکر می‌کنیم که ما خودمان که 16 ساله بودیم احساساتمون چطور بود؟ چطور احساسات 16 سالگی یک نفر دیگر رو درک نمی‌کنیم؟ و وقتی اون یک کسی که 16 سالشه نزد کسی میاد که پای او لب گور است و امروز یا فردا واصل می‌شود به دنیای دیگر و اظهار محبت و عشق به او می‌کند، چطور شخص نمی‌فهمد که این شیطان است؟ پس شیطان در قرآن خودش رو معرفی میکند و بعد که اذن ورود میگیرد وارد میشود. پس شیطان دارای قالب نیست، جسمیتی ندارد شیطان و همه تعاریفی که قرآن درباره شیطان میکند به لحاظی که عرض شد در باب متشابهات و تمثیلات و تشبیهات قرآن خلاصه میشود و به آثار شیطان در محکمات، به مؤثر شیطان در متشابهات در قرآن اشاره شده است و توضیحات دیگری درباره بقیه مشخصات این عالی جناب رو در برنامه‌های دیگری تقدیم خواهیم کرد. در مورد اصل عقل سوال کردند که عقل وسیله عبادت و وسیله شناخت و وسیله معرفت است و انسان اگر عقل نداشته باشد نه ایمان دارد، نه دین دارد، نه کار خوب میکند، نه کار بد. یعنی در واقع کارخانه است که برق او تعطیل شده و فقط دستگاه ها اونجا در حال زنگ زدن هستند. در مورد اینکه در قرآن مردها بر زنها برتری دارند، فکر میکنم که در جلسه گذشته توضیح کافی دادیم. در مورد سوال دیگری که مطرح کردند که این چه بهشتی است که در اونجا
خداوند العیاذ بالله فاحشه خانه باز کرده و مرد و زن در اونجا به زنا و به گناه مشغول هستند و خدا به عنوان وعده افراد نیکوکار اونها رو به جایی میبرد که کارهایی بکنند که اون کارها در این دنیا جنایت است، مثل همین حوری، مثل غلام، مثل رابطه جنسی غیر مجاز، مثل خوردن شراب و کارهای دیگه. و در واقع قرآن اینطوری که ادعا می شود صحنه هایی رو مجسم می کند که بیشتر شبیه فیلم های تحریک آمیز و شیطان آفرین است. باز هم در این مورد یادداشت می کنیم مطالبی که توضیح بیشتری لازم داره و بایستی که آیات قرآن رو در اینجا مطرح بکنیم. یک واژه فقط استفاده می کنم که در قرآن وقتی که صحبت نزدیکی جنسی می شود، حالا اگر نزدیکی جنسی وجود داره یا وجود نداره یا راجع به اثرش قرآن صحبت می کنه یا راجع به مؤثر صحبت می کنه، اینها رو به تفصیل باید صحبت بکنیم. اما یک چیزی که در اینجا به صورت خلاصه می شود گفت و عبور کرد این است که قرآن راجع به ازواج مطهر صحبت می کنه. ما البته ازواج رو می بینیم، ازواج یعنی زوجها، و هیچ کجا در قرآن نیست که ما به کلمه زوج، جمع زن و مرد، در زواج بر بخوریم و زواج از نکاح خارج باشه. یعنی اصلا واژه زواج در قرآن مترادف نکاح بیان شده و در واقع زواج مبتدایی است که خبر او نکاهه و اینها با هم هستند که باز توضیح اون طولانی خواهد شد و مطالب دیگری هست که در فرصت باقی مانده مایل هستم با شما مطرح بکنم. کلمه مطهر یعنی در اونجا نه زنا وجود داره، نه دروغ وجود داره، نه فریب وجود داره، نه هیچ کار غیرقانونی وجود داره. اگر بگوییم که بهشت یک مکانه و اصلا بگوییم که محکمات قرآن راجع به بهشت اظهار نظر کرده و بهشت جزی از متشابهات نیست، فرض محال که چنین بگوییم، به ازواج مطهر اشاره میکنه، یعنی رعایت طهارت در رابطه جنسی. باز اگر که ارزش مکانی به بهشت بدهیم و وقتی که ما از کلمه تطهیر استفاده میکنیم و از کلمه مطهر استفاده میکنیم، تمام اون پیش فرض هایی که دوستان در سوالاتشون دارن همه اونها یک جا برداشته میشه. در مورد شراب هم که سخن گفتین، شراب در زبان عربی به معنای خوراک و در واقع غذایی است که مایع باشد، مشروب باشد، آبکی باشد. و شراب به طور کلی معنی شربت و معنی آشامیدنی و معنی مایع می دهد و شرب به معنای آبرسانی است. یک چیزی است که شرب و غسله در مقابل هم یکی هستند که یکی برای شستشوست و یکی برای مصرف، ولی عموما اشاره به آب است، اشاره به مایع است. و برای اینکه قرآن در اینجا این تفاوت رو قائل بشود که امثال من دچار اشتباه نشوند، میگوید این نوشیدنی است که سکرآور نیست، نوشیدنی است که مستی نمی آورد، سردرد نمی آورد یا کسالت نمی آورد. یعنی رد می کند این موضوع رو که این آشامیدنی یا این موهبت یا نعمت هر چی که هست به صورت آشامیدنی است ولی خاصیت مستی و خاصیت سکرآور یا خاصیت شراب انگور یا شراب الکل رو دارا نیست. باز هم در مورد
موی زنان سخن گفته شده که در قرآن حکم راجع به موی زنان چیست. اشکال بزرگ ما این است که ما موضوع حجاب رو با موضوع مو و موضوع لباس همه اینها رو به هم می‌ریزیم و زیر یک موضوع قرار می‌دهیم. آیا حجاب به لباس مربوط می‌شود؟ حتما اینطور است. آیا حجاب همان لباس است؟ حتما اینطور نیست. آیا در قرآن پوشش موی زن ممنوع شده؟ هرگز چنان نیست. آیا در قرآن امر به پوشیدن موی سر زن شده؟ هرگز چنین نیست. اساساً در قرآن بارها عرض کردم واژه موی انسان وجود نداره. عجیبه که در این کتاب با این عظمت یک بار راجع به موی سر، اصلا موی انسان، حالا سر یا هر جای دیگه، در قرآن ما هیچ واژه‌ای نداریم، یک بار در قرآن راجع به موی حیوان صحبت کرده، ولی در مورد موی انسان ما چیزی نداریم. و در آیین یهود در بخش دوم، وقتی که اون پنج نسخه اول تلموز نوشته میشه، در اون دو قرن اول، تلموزی که در قرون بعدی نوشته میشه، در اون حکم پوشش مو وجود داره، ولی در همون تلموزی که حکم سنگسار هم در اون وجود داره، ولی در قرآن حکمی برای پوشش موی سر وجود نداره، منعی هم نشده. و ما تاریخ رو که مراجعه میکنیم و میخوانیم متوجه میشویم که پوشاندن موی سر یا پوشاندن سر به طور کلی، حالا لزوماً مو هم مطرح نبوده، یک نوع دلیل اشرافیت و دلیل بالا بودن طبقه و کلاس اجتماعی کسی بوده که معمولاً سلاطین یا همسران یا خانواده پادشاهان یا بزرگان یا مالکین یا قدرتمندان، اینها زنهاشون یا کلاه سرشون میذاشتن یا موی سرشون رو یا خود سرشون رو میپوشاندن و این به حجاب هیچ ارتباطی نداشته. حتی در مناطقی که از نظر شرایط طبیعی لازم نبوده، در محیط عربستان زن و مرد روسری داشتن، الان هم دارند، مردها هم روسری دارند، به علت بادهایی که میوزه، به علت شرایط صحرایی و مخصوصی که در اونجا هست، از سربند استفاده میکردن، با یک ریسمانی هم او رو میبستند که باد و اینها اون سربند رو نبره با خودش، و بعد این رو روی صورتشون میانداختند که این ماسه و این چیزها، رملی که با باد حرکت میکرده، موجب آزار اونها یا خطری برای اونها ایجاد نکنه. اما در جاهایی هم که این اشکالات طبیعی وجود نداشته، پوشاندن سر به اشکال مختلف دلیل بر ادعای بزرگی یا بزرگ بودن یا نژاد بهتر بودن یا قدرت بیشتری داشتن بوده. و همین تاج یک نوع پوششه که به اون صورت در آمده، یا بعد همین عمامه‌ای که بعضی از فرق اسلامی استفاده می کنند، اشاره به همون ادعای پادشاهی و ادعای بزرگی و ادعای فهم بیشتر و ادعای زعامت و ریاست بر دیگرانه. و الا این ملاهایی که عمامه سرشون می زارن که اینها برای حجاب این کار رو نمی کنند. که شما در تصاویر مختلفی که می بینید یک عدد عکس نمی بینید از حضرت مریم که بدون روسری باشه، و هم نشان میده که روسری رو به عنوان حجاب استفاده نمی کرده، بلکه روسری به عنوان یک سند بزرگی و والایی و در واقع اشرافیت محسوب می شده. به همین مناسبت هست که کنیزها و برده های مرد و یا زن، هیچ کدام اینها اجازه نداشتند، که نه زنها اجازه داشتند که دستمالی روی سر داشته باشند و نه مردها اجازه داشتند که کلاه به سرشون بگذارن. کلاهی که مردها حالا به سرشون میگذارن و خیلی ساده است،
در اسلام هم مرسوم هست، نشانه همون ادعای اشرافیت و بزرگی است که در مورد اسرای جنگی ما در تاریخ می‌بینیم که اسرای جنگی اجازه نداشتن که سربند داشته باشن و سرشون پوشیده باشه. مثلا در مورد ماجرای عاشورا، صرف نظر از طبیعت و هدف این جهش و این انقلاب و یا تراژدی یا هر چه که هست، می‌بینیم که اسرایی که در اونجا بودند مثل نوه پیامبر اسلام حضرت زینب، خب شخصیتی بوده، دارای اشرافیتی هم بوده، خانواده بوده، بالاخره نوه پیامبر بوده و این از اون پوشش اشرافی و فرهنگی هر دو برخوردار بوده، هم از نظر اشرافیت هم از نظر باد و بورانی که می آمده مجبور بوده که سربندی داشته باشه و با طناب رو ببنده. اما وقتی که اسیر میشه به دستور فرمانده سپاه، از اینها خلع سربند میشه و سرهای اینها رو، یعنی سربندهای اینها رو با زور و خشونت از سرهای اینها جدا میکنن و در واقع اینها با سر برهنه به زندان و به اسارت میرن و در همه جنگهای دیگر هم همین طور بوده. اما در قرآن یک حجاب هست که از همه حجاب ها مهمتره و کمتر به او توجه میشه و اون حجاب چشمه که در قرآن گفته میشود که به زنان بگویید که به مردها و زنها بگویید، که اول مردها رو میگه بعد زنها رو، که وقتی در مقابل هم قرار میگیرن خیره، یعنی با نیت بد و با نیت منحرف به یک دیگر خیره نشوند. مجسم بکنید که دو نفر زل بزنن به هم نگاه بکنن و کار دیگه ای هم نکنن و فکر میکنم که هر دو نفری که 10 ثانیه دوام بیارن که مستقیم به چشم هم نگاه بکنن، زن و مرد، قطعا بعد از 10 ثانیه شرایط عاطفی اونها یا شرایط روابط اونها با 10 ثانیه قبل حتما متفاوت خواهد. قرآن میگوید که چنین نکنید، یعنی یکی از راه‌های تجاوز به حریم دیگری نگاه کردن بی‌محاباست و قرآن میگوید که نگاه برای دیدن نه برای نگاه کردن در چشم دیگری و نه رد و بدل کردن پیام به وسیله چشم. بزرگترین حجابی که در اسلام به ما تعلیم می شود حجاب چشم است. چشم در واقع آینه درون انسانه. وقتی که چشم آدم ناپاکه، چشم آدم هیزه، چشم آدم زن و بچه مردم رو خلع لباس میکنه، همینطور که بزرگان دین ملاها رو وقتی که گناهی میکنند خلع لباس میکنند، از لباس مقدسی که عمامه و عباست و لباس جنایتکارها رو به اونها می پوشانند به عنوان تنبیه، یعنی می گویند که کت و شلوار بپوشید، مثل این کتی که تن من است، این لباس جنایتکار هاست. لباس مقدس رو از تن اونها در میارن و لباس جنایتکارها رو به اونها می پوشانند به عنوان تنبیه وقتی که کار خطا می کنند. ما جزو اون خطاکارها هستیم. البته من خلع لباس و اینها نشدم، ولی کلن اصلا با خلع لباس به دنیا آمدیم ما. خود همین لباس نشان میده که ما فاقد شرافت فقهی و شرافت تقدسی هستیم که طبقه روحانی از قرآن به ارث بردن. منظور این که نگاه کردن در قرآن خیلی مورد توجه حضرت حق است و توصیه شده که انسان نگاهش رو باید پاک بکنه. نگاه انسان معلول یک علت درونی است، علت و معلول رو که صحبت کردیم، یعنی انسان اگر علت ناپاکی در قلبش باشه، خلل در وجودش باشه، نیت بد در وجودش باشه، این در چشمش منعکس میشه. حالا انسان برای اینکه حجاب داشته باشه چشمش، باید قلبش حجاب داشته باشه، جانش حجاب داشته باشه، به عدالت معتقد باشه،
به عدم تجاوز به حق غیر معتقد باشی. و اکثر ما هستیم که همونطور که عرض کردم خلع لباس میکنیم. یعنی وقتی ما به یک زن نگاه میکنیم، نگوید نمیکنید، به هیزگری که میکنید دروغ رو هم اضافه نکنید، بذارید همینطور هیز باقی بمانید، دروغ رو به هیز بودن اضافه نکنید که بدتر میشود. بیشتر ما وقتی که به زنها نگاه میکنیم از اونها خلع لباس میکنیم و در ذهن خودمون با اونها نزدیکی میکنیم. این چیزها خیلی درد دارد برای مردها که در تلویزیون بشنوند و رسوایی به بار بیاید، ولی باید بشنویم. ما باید بشنویم و به خود بیاییم و سر خود رو که مثل کپک در خاک فرو کرده ایم به جای برف بیرون بیاوریم، دنیا رو ببینیم. سخن من بیشتر مربوط به اون مردهایی است که شب و روز در فکر زنان هستند، هیچ کاری ندارند، هیچ مشغله ای ندارند جز اینکه در اصلاح زنان بکوشند. از صبح که از خواب برمیخیزند، زن باید چطور راه برود، زن باید چه کفشی بپوشد، زن باید سرش رو چطور شانه کند، چه خوراکی بخورد، چند بچه داشته باشد، هیکل او چطور باشد، چه رنگ لباس بپوشد، سینه خود را چطور ببندد، گوش خود را چطور دراز کند، سر خود را چطور ببندد، موی او چه فرمی باید داشته باشد، کفش او باید چکمه باشد یا گالش باشد، عینکی که میزند شاخدار باشد یا بیشاخ باشد. یعنی مردان ما در شهوت پرستی و در فحشای شفاهی، در فحشای شفاهی پول مالیات من و تو رو میگیرند و به نام فقیه و قانونگذار قرآنی صبح تا شب در فکر شهوت رانی و در فکر چگونگی بغلخوابی با زنها هستند. برای اصلاح جامعه تمام مدت مشغول فداکاری هستند که باسن خانم ها چه مقدار باید در فشار شلواری باشد که می پوشند و چه مقدار شلوار باید از تن جدا باشد یا نباشد، رنگش چگونه باید باشد، جورابی که می پوشند باید چه رنگی باشد، فرم کفش نباید که گرد باشد که شهوت انگیز باشد، روسری که به سر می بندند نباید که زیر روسری برجستگی وجود داشته باشد. خانم ها سوار دوچرخه نباید بشوند. شما فقط به حجاب مو اشاره میکنید. خانم ها نباید سوار الاغ بشوند، نباید سوار اسب بشوند، نباید بدوند، نباید به مسابقات ورزشی بروند. خانم ها نباید موسیقی تون بشنوند. خانم ها نباید صدای مرد خوش صدا بشنوند. و بسیاری از مقرراتی دیگر که این افرادی که نمایندگان ما هستند و ما اونها رو انتخاب کردیم که من گمگشته سرگشته رو به راه راست هدایت بکنن، از بام تا شام نشستند و در مورد اجزاء بدن زن صحبت می کنند. این رو می گوییم خلع لباس، این رو میگوییم خیره نگاه کردن، این رو میگوییم جنگ با قرآن. اگر زنان از مردم ما مردان حقوق برابر دارند، آیا شما هم به زنان اجازه میدهید که از صبح تا شام بنشینند و راجع به چگونگی پوشش شما، چگونگی دلاراست شدن شما، چگونگی ورزش کردن شما، راه رفتن شما، نشستن شما، برخاستن شما صحبت بکنند؟ اونها هم حکم بگذارند که چون در قرآن گفته که مردها نباید به زنها نگاه بکنند، چشم همه مردها رو باید از کاسه در آورد. دوست دارید چنین قوانینی؟ رها کنید این کارها رو. اگر ما به قرآن بخوایم باز بگردیم، اصل پوشش در کنار حجاب، لباس نظیف و لباسی که دارای نزاکت باشد، نظافت
و نزاکت در پوشش، پوشش‌های مخصوص برای مکان‌های مخصوص، و اینکه مرد و زن نمی‌توانند که همدیگر را بدون روسری و با مو ببینند، این یک اتهام بزرگ به قرآن است. اما در عین حال در دنیایی که برای ما ایجاد کردند، همینطور که فرقه ها رو به جان هم می اندازند، معتقدین باورهای مختلف رو هم به جان هم دیگر می اندازند. یعنی امروز گروهی از زنها که روسری سر می کنند در مقابل زنهایی که روسری سر نمی کنند، دو شبهه کاملا مخالف ارزش ها رو دارا هستند و گاه در نهان گاه در عیان با هم در حال جنگ هستند و ارزش های همدیگر رو پامال می کنند. زنهایی که روسری به سر دارند اکثرا زنهایی رو که روسری ندارند نانجیب می دانند، و زنهایی که روسری به سر ندارند زنهایی روسری دار رو زنهای بی کلاس، عقب افتاده، بی سواد و امول خطاب می کنند. و اینها همه سوغات استعمار است که این فقها نماینده اونها هستند. سوغاتی که اینها به نام شریعت اسلامی برای ما آوردند همین ایجاد فرقه هاست، همین ایجاد جدایی اندیشه ها و اعتقاد های مختلف هست. و به جای اینکه از این اندیشه های متفاوت گلستانی مرکب از گلهای متفاوت به وجود بیاورند، یک فضای متعفنی به وجود آوردند که هر کس عقیده خودش رو خوب می داند و عقیده بقیه رو کفر اعلام می کند. همه کس پوشش خودش رو اسلامی می داند، پوشش دیگران رو باطل تلقی می کند. و امروز می بینیم که کشورهای دنیا، حکام دنیا به جای اینکه فکر بدبختی مردم باشند، به جای اینکه برای مردم ایجاد شغل کنند، اقتصاد سالم برای مردم به وجود بیاورند، هزاران هزار نفر انسان، میلیون ها انسان در این کشورهای اسلامی از بدبختی و گرسنگی به فحشا و فقر و فاقه پناه بردند، به جای اینها ما مشغول هستیم که هر روز قاعده و قانون وضع کنیم که خب امروز زنها فقط تا زانو می توانند که چکمه بپوشند. بعد یک آیت الله نظر می دهد که چکمه باعث تحریک مردان می شود. چه بکنند؟ زنها چکمه ها را از پاشون در بیارن. پاشنه کفش باعث تحریک مرد می شود. حجاب فقط حجاب مو نیست. حجاب پاشنه کفش هم هست. حجاب رنگ هم هست. رنگ سیاه باید بپوشند که مردها تحریک نشند، چون مردهای ما از رنگ سفید و از رنگهای منقش حالی به حالی می شوند و خدایی نکرده مرتکب گناه می شوند، گناهشان به گردن این زنهاست. این قرآنیست که ما ساخته ایم، این اسلامیست که ما ساخته ایم. حیرت می کند انسان در بیشرمی کسانی که پایه‌گذار چنین اسلامی هستند و این اسلام رو به نام اسلام تاریخی ما یاد می‌کنیم ازش، و کسانی که برای این اسلام شریعت ایجاد می‌کنند و از طرف خدا و اسم این شریعت رو شریعت قرآنی می‌گذارند. هر وقت می‌گویند که شریعت اسلامی چیست، می‌گویند شریعت اسلامی همین شریعتی است که این آقایان محترم به وجود آوردند. و امروز می‌بینیم که بزرگان مملکت‌ها به جای اینکه فکر بدبختی‌های چندین میلیون انسانی هستند باشند که اونها به عنوان زندانبان اینها رو در قید نگاه داشتند، صبح تا شب در مورد اخلاق صحبت می‌کنند، اخلاق از جنسی که خود اونها معتقد هستند. و کار اینها تنظیم شهوت مرد در مقابل حیوانی به نام زن هست که یک وسیله شهوترانی به نام زن خدا خلق کرده که مرد بایستی که از مزایای این مفعول شهوانی به نحوی استفاده بکند که لذت کامل در آسایش کامل
از این کارخانه شهوت دهی استفاده بکند و هیچ نوع ارزش انسانی برای او قائل نباشیم که او چطور فکر میکند، او چه میخواهد. ما میگوییم که چون خدا مرد است ما هم مردیم، قرآن را هم مرد نوشته است و فقط مرد میفهمد که مرد چه گفته است. و ما در حدیث داریم که این زنها آدم نیستند. ما از بین همین فقهای محترم داریم بزرگانی که در نوشته هایی که نمیتوانند الحمدلله که نوشته های خود را از بین ببرند، آدم ها را از بین میبرند، نوشته های خودشون را نمیتوانند از بین ببرند، که از زبان پیامبر و بزرگان دیگر یاد میکنند در همین احادیث که خداوند زن رو وقتی آفرید، زن حیوانی بود که بسیار بدشکل و تنفرآور بود، اما چون خدا چاره ای نداشت برای تولید مثل و حفظ نسل بشر، مجبور شد که پوستی روی این حیوان بدشکل و بدقیافه بکشد که مرد بتواند که از او تولید مثل کند، و الا زن مقام انسانی ندارد. این گفته یکی از بزرگترین فقهای اسلامی است، فقه، و این شریعت اسلامی است و این شریعت منسوب به قرآن می شود. زن و مرد باید در نزاکت و نجابت و حجاب زندگی کنند، حجاب زبان، حجاب چشم، حجاب گوش. این حرف های زشتی که مردها جلوی زنها میزنند، این بی‌حجابی است، این تجاوز است. نگاهی که زن مردها به زنها میکنند تجاوز است. قانونی که مردها برای چیزهای خصوصی و پرایوت زنها قانون خلق میکنند جسارت است، تجاوز است، کفر است، گناه است. شما ببینید که این مردها حتی به دوران قاعدگی زنها دخالت می کنند و کتاب می نویسند به این زخامت که چه وقت می شود با زن نزدیک شد. وقتی که خون غلیظه دارد، خون رقیقه دارد، خون اولیه دارد، خون ثانویه دارد. شرم کنید. و اینها همه شریعت اسلامی است، اینها همه نشأ از قرآن گرفته شده. اون وقت شما دارای حجاب هستید که سر در کجا نمی کنید. اینها نمونه اخلاق است، اینها نمونه انسانیت است و ما باید انسانیت و شرافت و حجاب را از شما یاد بگیریم. رساله ها می نویسید 12 نوع مختلف ترشح خون زنهای قاعده در کتابهای رساله شما هست که مردها باید بخوانند و بر حسب شناخت اون در آزمایشگاه غلظت خون قاعدگی زن رو اندازه بگیرند و ببینند در چه موقع باید با او هم بستر بشوند. باز هم بگویم، بگویید تا بگوییم، این فقه هست و دنیا ما رو با این فقه می شناسد و دنیا این قرآن رو با این فقه می شناسد و این فقه سوغات کسانی است که فقیه و قانونگذار شریعت اسلامی هستند و با یک زرادخانه، با یک ارتش پشت سر این فقه ایستادند که نفس برای نفس کش باقی نگذارند. سخنی درباره عدم تقدس این فقه بگوید که مرد فاسد، مرد بی ایمان، مرد هرزه، مرد بی حجاب، تو را چه کار به ایام قاعدگی زنان است؟ چه حقی به خود می دهی که در این مورد به نام خدا و قرآن حکم صادر کنی؟ به کجای زن است که نگاه نمی کنی؟
اون وقت این زن باید حجاب داشته باشه، اما تو نباید حجاب داشته باشی. این که عرض کردم خلع لباس میکنیم ما از زنها، سخنی به گزاف نگفتم. باز هم در این مورد بیندیشید و ببینید که چه کسی از چه کسی خلع لباس میکند. سؤال دیگری بیننده محترمی در مورد قتل و جنگ در قرآن کردند که باز هم باید یادداشت کرد، در برنامه دیگر به او پرداخت. در قرآن 73 آیه ما در مورد قتل و جنگ و مقاتله و محاربه داریم و بایستی که به قرآن مراجعه بشه و بعد از اینکه ما هر 73 آیه رو مطالعه کردیم، یک آیه در قرآن وجود ندارد که به کسی اجازه تهاجم داده باشد و جز در دفاع به کسی اجازه جنگ داده باشد. و در جنگ هم قانون کلی قرآن این است که تا زمانی که حمله متوقف نشده دفاع باید ادامه داشته باشد و هر زمان که حمله متوقف شد و امنیت برقرار شد دفاع باید متوقف بشود. و چندین بار در قرآن به صراحت تأکید و امر شده که در دفاع تعدی نکنید و الا شما مهاجم محسوب میشید. توجه کنید، در قرآن میگوید که تا وقتی که دفاع میکنید این جهاد است، این وظیفه شماست و باید این کار رو بکنید. یعنی دفاع در مقابل حمله نوعی عبادت است، بزرگترین عبادت است، از نماز، از روزه، حتی از انفاق بالاتر است. دفاع در مقابل حمله بالاترین عبادت مسلم است تا مرحله جهاد. اما در مرحله ای که تهاجم مقصود من هست، عذر میخوام، تا زمانی که تهاجم متوقف بشود، لحظه ای که تهاجم متوقف شد و امنیت برقرار شد، دو حالت باید وجود داشته باشد، هم آتش بس بشود و هم امنیت برقرار بشود. الان شما در خاورمیانه میبینید که ایراد میگیرند به یک طرف که چرا از دفاع دست بر نمیدارد، ما که هفته پیش آتش بس دادیم. آتش بس باید با امنیت توأم باشد، هر دو طرف باید دارای امنیت باشند تا حق دفاع از مدافع گرفته بشود. یعنی به صرف این که شما دیگه حمله نمی کنید، حالا خسته شدید، بخواید شب برید بخوابید یا باید اسلحه از جایید وارد بکنید، بقیه کارتون رو ادامه بدید. پس من دست از دفاع بردارم، منتظر بشم، همینطور بشینم، چرت بزنم تا ببینم شما کی تفنگتون پر از فشنگ میشه تو سر من خالی کنید. اون دفاع رو عرض نمی کنم. دفاع زمانی متوقف می شود که حمله متوقف بشود، امنیت برقرار بشود. اگر در قرآن شما، دفعه پیشم عرض کردم، یک آیه در قرآن پیدا کنید که این دو اصل رو مورد تجاوز قرار داده باشه، یعنی بگوید وقتی که امنیت برقرار میشه و تهاجم متوقف میشه باز هم برید و کافر رو بگیرید و بکشید، اگر چنین آیه‌ای در قرآن پیدا شد من از اسلام خارج میشم. اما توجه داشته باشید به فرهنگ قرآن که قرآن میگوید فتنه بدتر از تهاجم و جنگ است. حالا ما به حکمت خدا میتوانیم ایراد بگیریم، اون یک بحث دیگری است، ولی برای کسی که مسلمان است و حکمت خدا رو میپذیرد، حکمت خدا بر این است که فتنه بدتر از جنگ است و بعد قرآن فتنه رو معنی میکنه که چیست. بنابراین هر وقتی که تهاجم بیسته، فتنه بیسته، امنیت برقرار بشه. باز عرضم رو تکرار میکنم، حمله متوقف بشه، فتنه و توطئه متوقف بشه، چون به عقل خدا فتنه از حمله بدتره. یعنی شما اگر حمله رو متوقف کردید، فتنه رو متوقف نکردید، دفاع متوقف نمیشه. من فقط تعریف میکنم و تشریح میکنم و کار فهم رو تسهیل میکنم
من حکم نمیدهم که آیا خدا درست گفته یا غلط گفته. البته به اعتقاد من خدا درست گفته. اما تحمیل به شما نمی کنم بپذیرید. میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید. تعریف جنگ در قرآن جنگ حمله ایست، جنگ تهاجمی است. که یک کسی ابتدا به ساکن، شما بیگناه هستید، به شما حمله میکنن، به شما تجاوز میکنن، دستور دفاع به شما داده شده. تا کی؟ تا زمانی که یک، حمله متوقف بشود، دو، توطئه متوقف بشود، فتنه متوقف بشود، سه، امنیت برقرار باشد. یعنی شما تأمین باشی. میگوید اگر یکی دو بار آتش بس اعلام کردی و اونها اعلام کردن که تأمین میکنن امنیت شما رو و شبیخون زدن به شما، شما هیچ چاره ای ندارید جز اینکه اینها رو نابود کنید. زشت است، مال قرآن است. بد است، خوب است، هرچه هست، کار من دفاع از قرآن نیست، تشریح قرآن است. راجب جنگ پرسیدید، اگر در جنگ شما به کسی حمله کنید، شما در واقع با خدا جنگیده اید. اما اگر کسی به شما حمله کنه، شما باید دفاع کنید، وظیفه شماست. نکنید، فاسق هستید. چون با خدا عهد بستید که از خدا اطاعت کنید، خدا هم به شما امر میکنه که به عنوان عبادت باید در جنگ دفاع بکنید. وقتی به شما حمله میکنند، حالا حمله میکنند، شما دفاع میکنید، موقتا آتش بس میدن، اما توطئه ادامه داره، امنیت هم وجود نداره، دفاع رو نمیپذیرید. شما اینکه بگه صبر کن تا من برم شمشیرمو تیز کنم بیارم سر تو رو ببرم، این میشه آتش بس؟ نمیشه آتش بس. آتش بس باید همراه با سلب توطئه باشه، از بین رفتن توطئه باشه و در این حال امنیت برای دو طرف وجود داشته باشه. الان به بخشی از خاورمیانه شما مراجعه میکنید، برای یک طرف 100% امنیت وجود داره، برای طرف دیگه 0% امنیت وجود داره. در این حالت اگر اون افرادی که دفاع میکنن بخواهن قرآنی عمل بکنن، به قرآن به اونها حق دفاع میده. چرا؟ برای اینکه هم توطئه ادامه داره، هم امنیت وجود نداره و هر لحظه ممکنه که تهاجم تکرار بشه و میشه. در مورد ارث و وصیت صحبت کردن، امروز میخواستم بیشتر صحبت رو مربوط بکنم به موضوع انفاق. انفاق 111 تا آیه در قرآن داره، اینقدر مهمه که اینطور هست، ولی فکر نمی کنم که امشب قادر به این کار باشه. در مورد تبعیض قرآن در مورد زن نسبت به سهم ارث و سهم وصیت سوال شده که اگر حقوق زن و مرد در قرآن با هم برابره یا مساوی است، سوال این است که چرا مساوی است، که البته من اصلاح میکنم میگم برابر. چرا در قرآن ارث زن نصف مرده؟ این رو هم باز علامت گذاشتم که پاسخش رو به صورت مفصل به عنوان چندین جلسه با آشنایی با آیات قرآن و با اتکای با آیات قرآن ذکر بکنیم. ولی برای اینکه سایه ادب نشده باشه و به هر حال این سوالات همش موکول با آینده نشده باشه، توضیح مختصری عرض میکنم. اون توضیح مختصر این است که ما در قرآن یک حق داریم. ما اگر این کانسپت ها رو یاد بگیریم، خیلی راحت با قرآن میتوانیم که به تعامل افکار بپردازیم و قرآن رو خیلی راحت میفهمیم. ولی چند اصول رو به عنوان متدولوژی آموزش قرآن باید بیاموزیم. چندین بار هم تصمیم گرفتم که در این مورد مفصل صحبت بکنم، یکی دو بار هم سالهای پیش، نمیدانم در جاهای دیگه‌ای بوده، چندین ساعت رو برای این کار گذاشتیم، اطلاع ندارم که ضبط کردیم یا نکردیم. ولی به هر حال یکی از روش‌های فهم قرآن این است که ما حق رو تشخیص بدهیم، مسئولیت رو در مقابل این حق در قرآن تشخیص بدهیم که چه چیزی که در قرآن گفته می شود به ما حق می دهد و چه چیزی که در قرآن گفته می شود بر گرده ما مسئولیت می گذارد.
مثلا تا دیشب که ما اون بحث الرجال و قوامون علی النساء رو مطرح کردیم، از ایمیل هایی که من دریافت میکنم آمار میگیرم و عرض میکنم، اکثریت قریب به اتفاق بینندگان ما تصور میکردند که این یک حق هست که مردها قوام بر زنها میتوانند باشند اگه دلشان خواست، در سمت قوام وجود دارند، یعنی بالا سر اینها هستند و هر کاری که دلشون بخواد حق دارند که با اینها بکنند. دیشب ما چیز دیگری فهمیدیم. که مردها در مقابل زنها مسئولیت قوام بودن دارند و مردها در مقابل زنها مسئولیت فضیلت داشتن دارند. قوام بودن به معنای مسئول حفاظت بودن، مسئول زندگی بودن، مسئول نفقه بودن، و فضیلت یعنی برتری داشتن در انفاق. یعنی مرد باید به زن نفقه بدهد و زن نباید به مرد نفقه بدهد و هر مردی که از زن مطالبه نفقه کند، چون در واقع نقض میثاق کرده با خدا و بعد از اینکه گفته یا کن اعبدو از دستور خدا سرپیچی کرده، طبق قضاوت قرآن فاسق نامیده می شود. و گفته بودند در بعضی از ایمیل ها که این کلمه خیلی تند است، اصلاح کنید سخن خود را، اصلاح نمی کنم سخن خود را. و باز هم همین قضاوت قرآنی رو تکرار می کنم. مردی که از زن به حکم قانون کشوری که در ایران نیست، در عربستان نیست، چه میدونم در افغانستان نیست، این کشورها من با قوانین هیچ کدامشون موافق نیستم، ولی در این کشورها هیچ کدام تا به حال دیده نشده که به هر فرقه‌ای که بودن در این یک مورد با هم متفق القول هستند که به مرد حق نفقه نمیدهند و تا به حال هم ندادند. در هیچ کشور اسلامی یا مدعی اسلامی یا منحرف اسلامی دیده نشده که به مرد حق نفقه داده شده باشه. اینقدر این موضوع کریه و اینقدر این موضوع زشت و اینقدر ضد قرآنی است که حتی ضد قرآنی ها هم این حکم صادر نمی کنند. حالا انسانی که این حکم ضد قرآنی رو میپذیره، ببینید در چه مرحله ای از سقوط و هر حال کجا قرار داره. برمیگردم، حرفی که میخواستم بزنم میبلعم و تکرار نمی کنم. در مورد ارث و وصیت، ارث و وصیت تفاوت میکند با هم. وصیت یک مسئولیته. چرا مسئولیته؟ به خاطر اینکه در قرآن به ما دستور داده شده که وصیت کنید. بنابراین وصیت کردن یک عبادته. چرا عبادته؟ برای اینکه مسئولیته، مثل بقیه عبادات. چرا ما باید نماز بخوانیم؟ برای اینکه نماز یک مسئولیته. چرا مسئولیته؟ برای اینکه امر شده. چرا باید وصیت کنیم؟ برای اینکه وصیت عبادته. چرا عبادته؟ برای اینکه دستور داده شده در قرآن که وصیت کنید. وصیت یکی از عباداته. تا به حال نشنیده بودید، فقط شنیده بودید که از عبادات زکات هست، اون هم به افراد معینی باید بدید اینها رو، اون رو شنیده بودید. پس وصیت یک مسئولیت است. در مقابل وصیت انسان یک حقی داره که اون حق ارثه. یعنی شخصی که زنده هست، این یک مسئولیتی داره. مسئولیت این شخص این است که وصیت کند. یک حقی همین شخص داره، این است که اگر این شخص وصیت نکرد،
اموال او خارج از این وصیت نکرده، با یک قانون دیگری که موجود است طبق اون قانون اموال او تقسیم می شود. مثال ساده تری بزنیم، این رو در قوانین غربی، در قوانین آمریکا پروبیت بهش میگن. یعنی وقتی اینجا کسی وصیت میکنه، مالیات خیلی کم میده یا در زمان زندگیش در یک تراستی اموال خودش رو میگذاره، ترتیبی میده که مالیات نده یا خیلی کم بده، یا اینکه قبل از مرگش تقسیم میکنه اموالش رو مشروط، نمیده دست بچه‌هاش که همه ببرن برباد بدن، نگه میداره به دست خودش. ولی به محض اینکه این مرد، این تراست تبدیل به یک شرکت میشه و در واقع ورثه او صاحب اموال او میشن به ترتیبی که در تراست خودش در اون قانون امانی خودش گذاشته، وصیت میکنه. اما اگر وصیت نکرد، با قانون ارث یا قانون پروبیت اموال او تقسیم میشه و تقسیم اموال او بر حسب قانون انجام میشه و هزینه سرسام‌آوری به عنوان مالیات، گاه تا 70% اموال او رو به عنوان مالیات از او کسر میکنن، به دولت میدن. میگویند حالا دفعه دیگه بقیه آدم هایی که زندن یاد بگیرن، اگر وصیت کردی ما طبق وصیتت عمل میکنیم، یه مختصری هم مالیات میدیم. اما اگر وصیت نکردی، با این قانون مملکت، به عنوان مثال مملکت کالیفرنیا یا استیتاش، هر کدومش یک کشور هستن، اگر که توی این مملکت کالیفرنیا وصیت نکردی، با قانون پروبیت قرار شد بره، دار و ندارت رو به عنوان مالیات میگیریم. در قرآن میگوید که همه ما وظیفه داریم، مسئولیت داریم که وصیت کنیم. اگر وصیت نکردیم، قانون یک حقی به ورثه ما میده که میگه اینطور تقسیم بکنید. حال شما در زندگی که دارید، 100 دلار پول دارید، چند تا بچه دارید، یک دختر دارید، یک پسر دارید، اگر وصیت نکنید و این با قانون ارث تقسیم بشه و فقط در این دنیا یک دختر به یک پسر داشته باشید، دو برابر به دختر میدهند، یک برابر به پسر میدهند، قاطی هم هست. حالا اگه خواهر داشته باشید، برادر داشته باشید، مادر داشته باشید، زن داشته باشید، اگر یکی از برادرهای شما مرده باشه، بچه های او، عرض کردم الان ما فرصت نداریم که اینو بازش کنیم، ولی فرض رو بر این بذاریم که من مردم، یک پسر و یک دختر بیشتر ندارم، وصیت هم نکردم، قطعا بایستی که به پسر دو قسمت بدهد، به دختر یک قسمت. این قانون قرآن است، نه چون زن است و این مرد است، چون این پسر من است و اون دختر من است. رابطه اینها با کسی که ارث به اینها میدهد مطرح است، نه جنسیت اینها، که اون رو هم در موقع خودش اثبات خواهیم کرد وقتی به جزئیات بپردازیم. اما اگر من وصیت میخوام بکنم، نگاه میکنم میبینم این قانون قرآن برای زمان خودش ممکنه مناسب بوده یا برای خانواده همسایه من ممکنه مناسب باشه، اما الان من نگاه میکنم که پسر من بیکاره، بیشعوره، درس نخونده، کارگر ساده هم نیست، اما نگاه میکنم که دختر من یک پروفسوره، پزشک، استاد دانشگاه است و در سال چندین میلیون دلار درآمد داره. این پسره بدبخت هیچی نداره. من وقتی میخوام وصیت بکنم، قرآن بست من رو باز گذاشته، من هیچ محدودیتی ندارم. حالا البته همون فقهایی که شرح حالشون گفته شد میگویند بیشتر از یک سوم دارایی خودت رو نمیتونی وصیت کنی. چرا؟ که اون دو سوم از طریق ارث یک مقداری هم به اونها برسه، ولی قرآن این رو نمیگه. قرآن میگه بعد از اینکه دین خودت رو پرداخت کردی، نسبت به 100% از بازمانده اون چی که دین تو از توش خارج میشه، نسبت به باز باقی مانده حق وصیت داری. من میتوانم از اون چی که مال من هست و بدهی هام رو دادم، 100% به دختر بدهم و بنویسم که چون تشخیص دادم که این پسر احتیاجی به این مال من نداره، همه مال رو به دختر میدم.
نه تنها دو برابر، 100 برابر، 100% دارایی خودم رو به او میدم. هیچ مانعیت قرآنی نداره. حالا اگر من به عنوان کسی که میخوام وصیت کنم، صاحب مال هستم من، اگر من تصمیم گرفتم که تابع قانون ارث باشم، شما چه ادعایی میتوانید داشته باشید نسبت به خدا که چرا این قانون ارث رو گذاشتی؟ وقتی که خدا به من میگوید تو آزادی که وصیت کنی، به هر ترتیبی که میخوایی اموال خود رو قسمت کن تا زنده هستی، چون اگر مردی قانون من خدا که ارث هست، ممکن است که در مجلس مملکت همین قانون رو ابرام کنن، همین قانون رو ابقا کنن، به صورت قانون در بیارن و همین قانون رو اجرا کنن. تو اگر دوست نداری و نمیپذیری، وصیت کن، وصیت کن و به هر ترتیبی که میخواهی ارث تو تقسیم بشه. سوال دیگری در مورد تعدد زوجات مطرح شده که دیشب در این مورد توضیح دادیم، و یکی دیگر از صحبت‌هایی که بسیاری از شما برادران عزیز من رو ناراحت کرده و از من خواستید که دیگه تکرار نکنم، ولی تکرار می‌کنم، در مورد تعدد زوجات. در یک تاریخی ممکن بوده که تعدد زوجات با حقوق یتیم از طریق ازدواج با مادر یتیم در ارتباط بوده. مثلا یتیم اگر ناپدری نمی داشته، سهم ارث از پدر متوفای خودش نمی برده، یا چیزهای نظیر این که باز هم وارد اون جزئیات نمی خواهیم بشویم، چون فرصت ما در تمام میشه در یکی دو دقیقه. اما اگر در قوانین گذشته شرایطی وجود داشته که توجیه می کرده 4 همسر اختیار کردن رو با رضایت زن، با رعایت عدالت، با داشتن منطق و ارتباط منطقی بین ازدواج و حفظ حقوق یتیم و شرایط دیگری که در قرآن آمده است، حتما در اون زمان این شرایط وجود داشته و اینا این آیه بی خودی که نازل نمی شده. اما در دنیایی که ما زندگی می کنیم، در شرایط امروز، تحت هیچ عنوان به طور مؤکد و مطلق هیچ رابطه منطقی و قانونی بین حفظ حقوق یتیم و ازدواج وجود نداره. هیچ نوع ارتباطی بین این دوتا وجود نداره. بنابراین چون شرط قانون موجود نیست و صلاحیت اجرای قانون به لحاظ نبودن شرط قانون وجود خارجی نداره، و چون رابطه زن و مرد همانطور که شب گذشته عرض کردم، یا میتواند نکاحی باشد یا میتواند زنایی باشد، و چون نمیتواند یک مرد بیش از یک زن اختیار کند، بنابراین رابطه مرد و زنی که بیش از یک زن و یک شوهر باشند نوعاً رابطه زنایی است و طرفین مرتکب فعل زنا شدند اگر در این نوع رابطه وارد بشوند. و چون نام زنای خود رو این امشب اضافه میشه به دیشب، و چون نام زنای خود رو نکاح مینامند، مفتری به خدا هم محسوب میشوند، و چون عهد با خدا رو شکستند و گفتند یا کن اعبدو و عبادت نکردند و اطاعت نکردند و نقض قول کردند، فاسق هم محسوب میشوند. اما اینکه آیا کسی میتواند اونها رو مجازات کند یا مجازات نکند، من تصور میکنم که مجازات همه این افراد وابسته به خداست، و تا زمانی که در مجلس شورای ملی هر کشوری قانونی برای این کار وضع نکرده باشند، هیچ فقیهی حق فضولی و حق دخالت و حق فتوا به روابط مردم رو که هنوز در چارچوب قانون قرار ندارد ندارد. امشب شادمان هستم که بعد از مدت‌ها در موارد مختصری توانستم که به صورت خلاصه‌ترین وضعی که می توانستم
ادای وظیفه کنم، اگر عمری باشد در جلسات دیگر در بقیه مواردی که سوالاتی رو که مطرح کردید به شما پاسخگو خواهم بود. خیلی مایل هستم که اگر توان می داشتم و فرصت می داشتم و امکاناتی در اختیار من بود یکی دو دقیقه برای شما درد دل کوتاهی بکنم. من به علت اشتغالات زیادی که دارم و احتیاجی که دارم کار بکنم مثل همه که زندگی ما بگذره و بعد بیماری های جسمی که دارم، امکان این که کارهای سکرتریال یا کارهای نوشتن و دفتری اینها رو زیاد انجام بدم ندارم و امکان هم ندارم که یکی دو تا میرزا یا سکرتر استخدام کنم که هم زبان فارسی بدانند، هم خواندن قرآن بدانند، هم بتوانم که به اینها مأموریت بدهم که این آیات رو جمع کنید، مقدمات رو فراهم بکنید، که از نظر زمانی یک مقداری کمک داشته باشم که بتوانم موضوعات مهم رو از قرآن به صورت پکیج، به صورت یک مجموعه آماده و تقدیم بکنم. به عنوان مثال ما 88 یا اگر بخوایم ریشه به اصطلاح صلات رو، صلوه رو در قرآن استخراج بکنیم 99 تا، اگر فقط به صلات بسنده کنیم 88 بار در قرآن این از این ریشه استفاده شده، یا 111 مرتبه واژه انفاق در قرآن آمده، یا 78 مرتبه یا 73 مرتبه در باره جنگ و کشتار و قتل و اینها در قرآن آمده. من اطلاعات دارم به اندازه کافی که بتوانم از اینها یک مجموعه کامل بسازم که این موضوعاتی که این همه اینجا و اونجا تلفن میکنن در مورد اینها توضیح داده شده باشه برای کسانی که محقق هستن و میخوان تحقیق بکنن، نه برای کسانی که منکر میخوان بشوند. اونها هر چقدر هم شما بگویید به انکار خودشون ادامه میدن، ولی من مقصودم قانع کردن منکرین نیست، منظور من هوشیار کردن و تجهیز کردن مؤمنینه که بتوانند در مقابل نیروهای شیطانی مقاومت بکنند و بفهمند که اینها حقایق قرآنی رو نمیگویند، دشمن قرآن هستند. برای این کار احتیاج داریم که لااقل برای مدت یک سال اقلن دو نفر در واقع امدادگر یا کمک داشته باشم که بتوانم که این بار سنگین رو تا وقتی که آخرین مقدار حافظه من کار میکنه یا توان نشستن و فکر کردن و نوشتن دارم، بتوانم که این چند مجموعه مهم رو که در مورد حقوق زن هست، در مورد جنگ هست، در مورد انفاق هست، در مورد حج هست، هیچ کدام این کارهایی که ما میکنیم قرآنی نیست مردم. همین حجی که به ما به این ترتیب اعمال میکنند که حج باید در 10 روز انجام بشود، کجای قرآن به شما گفته که در این 10 روز شما باید مناسک حج رو انجام بدهید؟ در قرآن میگوید که شما میتوانید مناسک حج رو حتی در 2 روز انجام بدهید و حتی میتوانید در طول این مدت 3 ماهی که ایام حج هست، ایام حج به هیچ عنوان در 1 ماه و در 10 روز نیست. ما به هر کجای قرآن که دست میگذاریم و به هر کجای قرآن که با این فقهی که برای ما ایجاد کردن اینها رو با هم روبرو و مقابل میکنیم، دریا بین اینها فاصله است، سهل است، بین اینها نفاق و بین اینها تباین و تضاد موجود است. همتی کنیم که بتوانیم این بار سنگین رو به مقصد برسانیم و این تجاوزات رو به ساحت قرآن خونسا کنیم و یک بار دیگر باید این عرض رو تکرار کنم که ما باید متوجه باشیم فغان و شیون و گریه پیامبر رو به درگاه خدا که گزارش اون رو قرآن به ما میدهد. قال رسولو، میگوید رسول به من، خدا میگوید،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن محشورا. این قوم من در زمان زندگی من بر این قرآن حاضری که در قلب من است، نه اقوام دیگر، ان قوم اتخذوا، این قوم من این قرآن رو به زندان افکندند و دور از دسترس قرار دادند، یعنی به زندان انفرادی انداختند قرآن رو و حق ملاقات رو هم از این زندانی گرفتند. چه کسانی گرفتند؟ همین فقیهان بزرگواری که به نام مفتی، به نام مجتهد، به نام روحانی، به نام کارشناس قرآن و به نام کسانی که وکیل و مشاور خدا هستند و سهل است شریک خدا هستند، به وسیله اینها قرآن به زندان افتاده است. ما جز این که به درگاه خدا پناه ببریم چاره دیگری نداریم و از او می خواهیم که زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. ایام خوش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.